اسرائیل روز یکشنبه همزمان با نقل و انتقال و جابجایی ستونی از ارتش و تانک‌های خود به حملات هوایی علیه غزه ادامه داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت عملیات نظامی علیه پیکارجویان در غزه تا اطمینان از ایمنی مردم اسرائیل ادامه خواهد داشت. اسرائیل اسرائیل צה"ל פועל וימשיך לפעול. عملیات ارتش ادامه دارد و تا زمان حصول اهدافمان ادامه خواهد داشت. پس از اتمام ماموریتمان در نابودی تونل‌های زیرزمینی بر اساس نیازهای امنیتی و فقط بر همین اساس و تا رسیدن به هدفمان که بازگشت امنیت برای شهروندان اسرائیل است، در مورد ادامه عملیات تصمیم خواهیم گرفت. آقای نتانیاهو در ادامه گفت حماس به اشتباه تصور کرد که اسرائیل اراده و تصمیم برای جنگیدن علیه آنها را ندارد، اما حماس به زور متوجه خواهد شد که اسرائیل با تمام توان از مردمش حمایت می کند. آقای نتانیاهو از جامعه بین المللی خواست در مبارزه علیه حماس در کنار اسرائیل بایستند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گفت ارتش آن کشور روز یکشنبه 180 حمله هوایی علیه غزه انجام داده است. یکی از مدارس تحت پوشش سازمان ملل نیست که حدود 3000 پناهجو در آن اسکان داشتند هدف قرار گرفت. رابرت ترنر مدیر عملیات سازمان ملل در امور پناهندگان فلسطینی در غزه گفت محله مدارس تحت پوشش سازمان ملل بارها به اسرائیل اطلاع داده شده. این سومین محل تحت پوشش سازمان ملل بود که هدف قرار گرفت. ما از ابتدا پیگیرانه از طرفین درگیری خواستیم به حریم این مدارس احترام بگذارند و هنگام حملات هوایی احتیاط کنند. محله این مدارس بارها به ارتش اسرائیل اعلام شده بود، اما نمیدانم چرا بار دیگر این اتفاق افتاده است. در این میان ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هدار گلدین، سرباز اسرائیلی که گمان می‌رفت توسط حماس ربوده شده بود، در درگیری‌های نظامی در روز جمعه کشته شده است. در همین حال هیئت نمایندگی گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی برای شرکت در گفتگوهای صلح وارد قاهره شدند. این گفتگوها به ابتکار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده بود. اسرائیل روز جمعه گفت در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد زیرا حماس خواهان برقراری صلح نیست. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.